میدونستی تو تهران باشگاه مختلط داریم یا کافه‌های خصوصی که هر دو نوشیدنی رو سرو میکنن؟ آرایشگاه مختلط، قمارخونه های زیرزمینی، همه اینا تو همه ایران خودمون وجود دارن، ولی فقط بچه پولدارا اجازه ورود به این مکانهای غیرقانونی رو دارن و بقیه مردم حتی از وجودشون هم باخبر نیستن. امروز میخوایم تفریحات و سبک زندگی لاکچری بچه پولدارهای ایران رو بهتون نشون بدیم و اول از ماشینای 100 میلیاردی که سوار میشن شروع میکنیم، بعد تفریحات لاکچری و گرون قیمتی که انجام میدن رو میگیم و در آخر به امکانات و تفریحات غیرقانونی میرسیم که به صورت زیرزمینی براشون فراهمه. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید، کانال دانستنی روز رو سابسکرایب داشته باشید و زنگوله رو هم بزنید که جز اولین نفراتی باشید که از ویدیوهای جدید ما باخبر میشید. اول از همه از قسمت زندگی بچه پولدار رو شروع کنیم که شما دلانگیزا بیشتر بهش علاقه دارید. بریم ببینیم ریچ کیدزا یا همون بچه پولدارا چه ماشینای سوار میشن و سه تا از خاص‌تریناشو بهتون بگیم. در حالی که 96% ما مردم عادی تو حسرت یک 207 یا شاهین موندیم، بچه پولدارا ماشینای سوار میشن که قیمتشون حتی از خونه ما هم گرون‌تره. یکی از اون ماشینا بنز SLS بلک سریزه که کلا یه دونه پلاک ملیش تو کشور موجوده. قیمتش 100 میلیارد تومان. موتورش 8 سیلندر و 6200 سی سی هم حجم موتورشه. 631 اسب بخار قدرت و 635 نیوتن متر گشتاور داره. فقط 3.6 ثانیه هم طول میکشه که تا این بنز که یکی از خاص‌ترین ماشین‌های موجود در ایرانه به سرعت 100 کیلومتر برسه. ولی یه بدی هم داره، اونم اینه که 116 لیتر بنزین می‌سوزونه. هزینه‌اش خیلی زیاد میشه و الان دیگه با خودت حتما میگید کسی که ماشین 100 میلیاردی سوار میشه دیگه پول بنزین هم داره و براش مهم نیست. بله واسه اون مهم نیست، ولی واسه ما که جز مردم عادی هستیم مهمه. تازه به این ماشین که نمیشه بنزین معمولی زد، باید شما سوپر بزنید. یه مسافرت کوتاه باهاش بری و برگردی باید 80 لیتر بنزین بزنید که حدود 300 هزار تومان میشه. بریم سراغ ماشین بعدی. دومین ماشین خاصی که بچه پولدارا میخرن فراری پلاک ملیه. فراری مدل 458 ایتالیا که یکی از خاص‌ترین ماشین‌های موجود تو ایرانه، که از این ماشین هم فقط یه دونه پلاک ملیش مونده. موتورش 4.5 لیتری 8 سیلندر 562 اسب بخار قدرت و 540 نیوتن متر گشتاور داره. 0 تا 100 این ماشین فقط 3 ثانیه است و 340 کیلومتر بر ساعت هم سرعتشه. اما میرسیم به بحث شیرین قیمتش. عدد دقیقی نمیشه روی این ماشین گذاشت، اما میگن حدود 120 میلیارد تومان قیمتشه. اما چه فایده، اینم مثل اون بنز قبلی که بهتون معرفی کردم دو تا در بیشتر نداره، صندوق و فضای بار درست حسابی هم که نداره، نمیشه باهاش خانم بچه‌ها رو سوار کرد و مسافرت رفت. تازه فکر نکنم با 206 هم فرقی داشته. بعد از فراری و بنز SLS، سومین ماشین خاص ایران که تعداد خیلی محدودی ازش پلاک ملی شده رنج روور 4 سیلندر 2000 سی سی حجم موتورشه و توربو هم داره. شتاب و قدرتش هم خیلی زیاد نیست، اما گیرباکسش 9 دنده است و خوراک آفرود رفتنه. ماشین حامد یا شهاب حسینی تو سریال گناه فرشته از همینا بود. میگن قیمت این ماشین حدود 60 میلیارد تومان و فقط آدمای خاص میتونن بخرن. حالا اگه این بچه پولدارا بخوان تفریح کنن کجا میرن؟ شاید باورتون نشه، ولی یه ساعت تفریح اونا میتونه بالای 20 میلیون تومان هزینه داشته باشه. مثل ما معمولی نیستن که اوج تفریحشون ما یه بار پیتزا خوردن و هفته یه دونه بستنی مگنوم 40 تومانی باشه. تفریحاتشون هم خاص و با ما فرق داره. مثلا الان که هوا گرم شده، یکی از پرطرفدارترین تفریحات بچه پولدارا پرواز با جایروکوپتره. اگه مثلا من نمیدونید چیه، برید سرچ کنید. به این هلیکوپترهای کوچیک دو نفره میگن جایروکوپتر. حالا هزینه‌اش چقدره؟ شما برای 10 دقیقه دور دور با این پرنده باید 2 میلیون تومان پول بدی، یعنی فقط نیم ساعت پرواز باش 6 میلیون تومان هزینه‌شه، که البته برای بچه پولدار چی نیست و جز خرجای عادیشون. یکی دیگه از تفریحات محبوبشون بالون سواریه که سمت شهر دماوند امکانش وجود داره. از طلوع آفتاب دو نفری با دوست دخترشون سوار بالون میشن، 3 ساعت روی هوا، اون بالا براشون صبحانه سرو میشه، بعد از فرودم یه میز خاص با گلارایی واسه شون آماده میکنن و کیک و قهوه میخورن و تمام. حالا فکر میکنن هزینه این برنامه چقدره؟ هیچ، همش 20 میلیون تومان هزینه شد. کلا این بچه پولدارا به پرواز کردن خیلی علاقه دارن، چون اینکه از تفریحات لاکچریشون تو فصل گرم هم پاراگلایدر سواریه. میرن بالای کوه با چت میپرن پایین. هزینه اش هم برای 20 دقیقه با فیلمبرداری 2 میلیون تومانه. اسکی هم که دیگه خوراکی بچه پولدار است، زمستون های هر جمعه
میرن توچال روی برف اسکی میکنن. تابستون هم که میشه میرن دریاچه آزادی اسکی رو آب انجام میدن، قیمتش برای 10 دقیقه 500,000 تومان. اما از اسکی بالاتر این تفریح یه دستگاه به اسم فلای بورد واسه میکنن زیر پاشون، با فشار آب روی هوا پرواز میکنن. هزینه این فلای بورد برای هر 10 دقیقه 700 تومان. حالا تصور کنید که از این بچه پولدارا میخواد دست زیدی رو بگیره و بره رستوران غذا بخوره. اولین انتخابشون رستوران تن فوراور که متعلق به علی آقا داییه. این رستوران سوپر لاکچری تو برج روما سنتر تو محله کامرانی تهران که پاتوق فوتبالیستا و بچه پولداراست. قیمت غذای این رستوران یه جوریه که ما آدم معمولی وقتی منو رو میبینیم کلا دیگه سیر میشیم، کار به سفارش دادن نداره. مثلا همین بشقاب ساده که میبینید 1,800,000 تومان قیمتشه، یا همین یه تیکه ماهی با چند تا دونه قارچ و چند تا تیکه سیب زمینی 1,380,000 تومان. یه همبرگر ساده هم اینجا 550 تومان. اصلا من کاری به گوشت و مرغ ماهی ندارم، از نیمرو ساده تر مگه تو دنیا هست؟ قبلا نیمرو غذای دانشجو و سربازا بود. تو رستوران تن فوراور حتی اگه بخواید نیمرو هم بخورید باید 209 تومان کارت بکشید. من نمیدونم تو محل علی آقا تخم مرغ و این داستان قیمتش چنده. تو این رستوران غذاهای خاصم سرو میشه که حتی اسمشون هم نشنیدی. غذایی مثل ماهی مرکب سوخاری که 780 تومن فی میخوره، یا لابستر گریل شده که برای چشیدن طعم شما باید 1,750 تومن. فریات و امکانات ممنوع و غیر قانونی که فقط برای بچه پولداراست و افرادی که کمتر از 1% جمعیت ایران تشکیل میده اما 90% پول کشور دارن انجام میده. یکی از امکانات ممنوعی این قش باشگاهی ورزشی مختلف. این باشگاه به صورت غیر قانونی و اصطلاحا زیرزمینی فعالیت میکنن، کاملا خصوصی و مردم عادی اجازه ورود به اونها رو ندارن. برای ثبت نام توی مجموعه ورزشی خاص یه نفر از اعضای باشگاه باید معرف شما بشه و تضمین کنه که از قشر خاص یا به اصطلاح خودشون قشر الیت جامعه هستید. مبلغ عضویت توی مجموعه ورزشی هم با توجه به امکاناتی که دارن تغییر میکنه، مثلا سونا داشته باشه، جکوزی، استرخ، یا مثلا بخواید دستگاه بدنسازی استفاده کنی فقط از ماهیانه 12 میلیون شروع میشه به بالا. البته باشگاه قانونی هم هست که اسمن استفاده ازشون برای عموم آزاده، اما قیمتاش انقدر نجومیه که عملا فقط این قشر خاص میتونه از امکاناتشون استفاده کنه. مثلا برای استفاده از باشگاه انقلاب تهران شما باید 1,300,000 تومان پرداخت کنید تا فقط اجازه بدن وارد شی بدوی. یا اگه بخواید مثلا از زمین گلف این مجموعه استفاده کنید باید 16,500,000 تومان حق عضویت گلف بدید. اما یکی از عجیب ترین امکاناتی که برای بچه پولداراست کافه و رستورانایی که برای اون دسته از مشتری ثابت که میشناسنشون نوشیدنی غیر مجاز هم سرو میکنن. قیمت هر لیوان از این نوشیدنی ها از 300,000 تومان به بالاست و اگه یادتون باشه تو فیلم گشت ارشاد 2 هم به این مورد اشاره شد. در کل این بچه پولدارا انگار ایران نیستن و به طور غیر قانونی امکاناتی براشون فراهمه که حتی ممکن خارج هم قفل باشه و ما ازش خبر نداریم که اصلا همچین چیزایی تو مملکتمون وجود داره. مثلا شهرک های عجیبی و خاص در لواسان و کلاراباد مازندران که ورود مردم عادی بهشون ممنوع و پوشش ساکنین شهرک ها و مهمونی عجیبی که میگیرن بیشتر شبیه اله آمریکاست تا ایران. حتی همین یوتیوب که شما مجبورید برای ورود بهش 10 تا برنامه قند شکن و چیز شکن نصب کنی همه سختی بکشی، برای اون از سایت آپارات راحت‌تر باز میشه، چون به صورت غیر قانونی با روابط و زیر میزی سیم کارت خبرنگاری میگیرن و بدون هیچ محدودیتی از اینترنت استفاده میکنن. حالا شما بگید اگه 100 میلیارد تومان پول داشته باشید اولین کاری که میکنید چیه؟ اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک رو بزنید و کانال دانستنی روز رو هم سابسکرایب کنید. اگرم تا الان سابسکرایب نکردی همین الان کارای داریش انجام بدید، زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. دوتا ویدیو قبلیمون هم ببینید که الان رو صفحه هستن. تا ویدیو بعدی هم خدا نگهدارتون باشه. دل انگیزه.